به نام و یاد خدا. سلام و عرض ادب دارم هموطنانم، امید دارم که در هر گوشه دنیا که هستین جور صحت سلامت باشین، بیننده برنامه افطاری باشین. زاهده صدیقی هستم با همکارانم بشیر سیرت و آقای امیری تایکسد، مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و امید دارم که 28مین روز ماه مبارک رمضان را تا این دم به خوبی و خوشی با طاعت و عبادت سپری کرده باشین و امید دارم که طاعت و عبادت همه ما تا این دم قبول درگاه حق قرار گرفته باشد و در این لحظات ملکوتی ما را هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. تشکر از تمیل کننده های برنامه ما. پس از سپری نمودن یک روز سخت، آرامش را با نوشیدن انرژی اتک به دست آورید. انرژی اتک مشت پرقدرت. و خوب است که آغاز برنامه خود را با تلاوت از قرآن مجید داشته باشیم. قاری صاحب حسیب الله مسلح با ما در استودیو هستند. خوش آمدین قاری صاحب، بفرمایید آغاز بکنید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العظيم. بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب مسلح، خداوند شما را سلامت داشته باشه. بسیار زیاد تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عصر 28مین روز روزی ماه مبارک رمضان شما بخیر باشه و آرزو دارم هر کجایی که هستین خوش باشین، طاعت و عباداتتان قبول باشه و بدور از گزند روزگار باشین. خوشحال هستم که باز هم بشیر سیرت با تقدیم افطاری همراه با زاهده صدیقی و فدا محمد امیری در خدمت شما هستیم و دقیقا در آستانه رسیدن به آخرین شب قدر امسال و تلاش کنیم هر کدام ما شما که امشب در حد توان پاس بداریم و زنده نگه بداریم و طاعت و عبادت کنیم تا خداوند گناه ما شما را بیامرزد. خب
در ماه پرفیض و برکت رمضان دسترخانتان را با جوس خوش‌ذائقه رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. سوپر کولا کیفیت از آن ماست. طعم شفتالو که ذائقه بسیار خوب داره یگان جای همین زبان فرمان نمیبره و آرزو دارم که شما با بزرگواریتان ببخشید. خوب است که سری بزنیم به آشپزخانه افطاری. فدا محمد امیری هم زحمت خود داشته. سلام امیری عزیز، خسته نباشی، سلامت باشی، خداوند خودت سلامت داشته باشه و تشکر از اینکه همیش زحمت کشید در 28 روز روزی ماه مبارک رمضان. تشکر از شما، خدا کنه شما هم از غذای من راضی بوده باشین. انشاءالله خداوند اجرش برات بده. سلامت باشین. به نام خداوند بخشاینده و بی نهایت مهربان. بیننده های عزیز السلام علیکم، انشاءالله که جور و ساعت سلامت باشین و خداوند سپاسگزار هستیم که 28 روز ماه مبارک رمضان با طاعت عبادت سپری شد. خداوند از همه ما شما راضی باشه و توفیق بده که روزهای بعدی، ماهای بعدی را مثل روزهای ماه مبارک رمضان با طاعت عبادت، با ذکر الله سپری بکنیم. با جمع از با اتفاق همکارایم و مهمانایی که دعوت کردیم امروز یک ساعت مهمان خانه‌های شما هستیم. شما هم افطاری را بیننده باشین. خدا کنه براتون خوش بگذره. تشکر. خب باز هم یک بامی بسیار معلوم میشه که خوشمزه هست. بله امروز طبعا سبزیجات هر روز شامل مینوی غذایی ماست. امروز دیگه باز هم بامیه با آب بادنجان رومی آماده کردیم. خب یک سوالی که همیش بر ذهن من میگرده اما فرصت بر ما مجال نمیده و نداده که بپرسم، در خانه چی تو آشپزی میکنین نمیکنین؟ دستپخت خودتان خوش دارین یا از ینگره؟ ولی اگر اینجا مبالغه نشده اگر من از خانم ما دوست دارم دستپخت شد، واقعا از مکر بسیار مزدار پخته میکنه و اکثر دوستایی که باز مهمان میشن به خانه ما باز از ما خواهش میکنن باز ما آشپزی میکنم. خب خودتان آشپزی میکنین؟ بله. این خودتان میکنین یا بزور سرتان میکنن؟ بس که موقعیت بگوید. خب اینطور است که شب خانه میرم دیگه، نه خودم میکنم. سلامت باشید. تشکر امیری عزیز. بسیار چیزی را که خودت ضعف داری و ناتوانی داری در پختنش کدام غذایی است؟ والا طالب با فضل خداوند نه. خواه. نه طور طالب با کدام غذای مشکل سر نخوردیم که بسلا از پختنش عاجز باشم. خواه بسیار خوب. و چیه بسیار به نظر خودت خوب پخته کرده میتونی؟ روشه. روشه بسیار خوب. سلامت باشی. خداوند خودت سلامت داشته باشد. دوستای عزیز بدون شک امیری عزیز در 28 روز زحمت خودت داشته و ما بار گفتیم که فرهنگ ما شما افغان ها هست که غذایی که برای خود ما هست او را شایسته برای مهمان نمیبینیم و شایسته مهمان نمیدانیم و تلاش میکنیم که غذای خوبتر برای مهمان ما باید باشه. این فرهنگ خانوادگی کل افغان ها هست در هر جایی که هست. دیگه خوشبختانه که امیری عزیز هم در 28 روز زحمت کشید و ماشاءالله عرق ریخت. خداوند اجر برش بده. این ساعت 10 به دفتر میمد و ساعت 10 که شروع میکرد خرید مواد و بعد از این پخت و پز از این که تایی که برنامه شروع میشد و تقریبا چون آغاز برنامه ما تقریبا 7 دقیقه از 6 که میگذشت و 6 برنامه را آغاز میکردیم، 7 و 6 دقیقه 6 و 7 دقیقه از آن شام گفته میشد و غذا آماده میبود. دیگه آرزو دارم که هر کسی که در آشپزخانه هست زحمت میکشه قدر از او را باید ما بدانیم. بیشترینه در خانواده های افغان ها خواهرها و مادرها هستند که در آشپزخانه هستند. آرزو دارم که هر کدام ما شما قدرشان را بداریم. قسمی که امیری عزیز یک روز گفتن سر بزنیم باید با اونا و همکارشان شیم. اگر هیچ همکاری کرده نمیتونیم چه بهتر که در آوردن غذا بالای سفره اونا را همکار شویم. خب فکر میکنم فرصت گرفتن یک وقفه هست. وقفه میگیریم و پس از وقفه حرف و حدیث ها با مهمان ما. در خدمت شما هستیم. بیننده افطاری هستین و آرزو دارم فرصت یک با ما هستین خوش بگذره و تمنای همراهی شما را تا ختم برنامه دارم. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعمهای مختلف به بازار آمد. اول امتحان کن، بار بار نوش جان کن. نتروسی جوس واقعی. تشکر از نتروسی. خب مهمان من در این فرصت آقای دکتر رمضان بشردوست هستن، کسی که همه دوستش دارن. بدون شک اونا هم همه را دوست دارن، بشردوست هستن و همه اونا را دوست دارن. آقای دکتر بفرمایید. بسیار جات خوش آمدین.
تشکر از دعوت شما. افتخار به دیدن دعوت افطاری به دست شما. بزرگواری شما. در خدمت هستم. بسیار تشکر. خب و جا داره تشکری کنیم از شرکت صنعتی پامیر سکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتور سکلت در سطح افغانستان، بابت اسپانسر برنامه افطاری سال 1402 هجری شمسی. یک سوال شاید در ذهن بیننده ها خطور کنه که آقای رمضان بشردوست فعلا مصروف چی کار هستند، چون پارلمان نیست و اینا چند دوره وکیل بودن، نماینده مردم بودن در پارلمان، و فعلا چه مصروفیت دارند؟ به نام حق و به یاد فقرا سلام گرم ما به تمام بینندگان و شنوندگان شما در داخل و خارج و دوستانی که اینجا حاضر هستند. سلامت باشید. بیشتر مطالعه میکنیم، چون زمان وزارت و وکالت وقت مطالعه کمتر بود، و در این زمان کارهای خیریه که از 13 سال است که ما انجام میدهیم، چون اول از پول خود از وزارت پلان و از ماش خود در وکالت شروع کردیم، بعد هم وطنانی که از خارج دیده بودن شنیده بودن، تعجب کرده بودن، با من تلفن میکرد، میگفت بشر دوست ما خوب میشنویم که وزارت دزدی میکنه از معاشاتشان، از نمیدونم بودجه شما، میگن به معاش، به اجرای خود، به مامورین خود کمک میکنی، نان براشون درست میکنی، این واقعیت داره یا نه؟ هیچ قابل باور نیست. من میگفتم بله این واقعیت داره، بعد اعتماد دارن، کمک روان میکنن قطره قطره و کمکشان بدون تعصب توضیح میکنیم و ویدیوش به خاطر شفافیت منتشر میشود. از برنامه شما که برای حتما دوستا که میبینند با من میگه بشر دوست به تلویزیون شنیدیم کمک کردین، اما با ما نرسید. میگم شما در لیست 29 میلیون منتظر هستین. در لیست منتظرین هستین 100 درصد. 29 میلیون چون افغانا واسه بسیار خراب است و در خانه هیچ وقت کمک نداریم، پشت دروازه خانه هیچ وقت نیایند، از طریق ایمیل، مسنجر، واتساپ درخواست کمک نکنین، چون شیوه کمک ما نیست. معمولا سعی میکنیم مستقیم با یک شیوه جدید کمک کنیم. سلامت باشین. ما با شما زیاد بودیم، افتخار ماست. زیادی داشتیم. سلامت باشین. زمانی که شما وزیر بودین و زمانی که شما نماینده مردم در پارلمان بودین، در اون زمان شما یک فرهنگ داشتین که همین پولی که ما از دریافت میکردین حقوقتانه، ایره برای نیازمندا میدادین. پس مصرف فعلی شما از کجا هست؟ فعلا که مصروف مطالعه هستین؟ دقیقاً وقت تا من تقریبا 11 سال میشه مجرد با اوک چی کردم، ازدواج کردم. قبل از اون وزارت بودیم، وکالت هم بود، مجرد بودیم و تقریبا 99 درصد ماش خوده توزیع میکردیم، اونطور که شما در دوران مجردی کاملا میدیدیم. بعد وقتی که ازدواج کردیم، در سالهای اول خانومی که آمد خوب وزیر صحت آمد شد، وزیر داخله شد، وزارت مالیه را هنوز نگرفته بود در سالهای اول، و تدریج به من گفت که وزارت مالیه را به من بسپاری بهتر است، و توضیح داد که ما آلی شما مجرد نیستیم که در خیمه زندگی کنید. خداوند یک دختر نازنین دو وقت به ما داده بود، درآمدشان برکت، 100 درصد مصاریف داره و درس میخونه و فلان. خب من بسیار جدی نمیگرفتم در اول، خود تیر خودم یاوردم. بعد دختر دوم که شد، خب بالاخره من قانع کرد که 50% ماش توزیع کن. در مرحله اول 50% نگاه کن، به خاطر که مصرف داره و امثال هم است. بعد از او به تدریج گفتن نه، 70% باید ذخیره کنی و بقیش توزیع کنی. یک جالب است که برای یک روز به من گفت که ممکنه یک روز وکیل نباشی. من خنده کردم، امت مسخره آمیز گفتم من تا 80 سال خو 70 سال 80 سال من وکیل هستم. هر انتخابات شوه من برنده هستم، به جای شک نیست. با من گفت که ممکن است که انتخابات نشوه یک روز. یعنی 24 اسد که طالبان آمده بود، من هیچ وقت پیش بینی نکردم، در ذهن من خطور نمی کرد که. با من گفت که ممکنه وکیل نباشی، ممکنه مریض شوی، خوب است که دست خودت پیش کسی دیگر دراز نشوه. بنابراین گفتم خب وزارت مالیه را به او سپردیم مسئولیتش. بنابراین مسئله مالی را به عهده گرفت و خوشبختانه حرفای منطقی، حرفای درست میزد. دقیقا وقتی که پارلمان لغو شد، اگر وزیر مالی ما نمی بود، پس سرقومندان اعلی شد دیگه، سر از بالا است، از قومندان الان بالا است، همه مسئولیت بوده دارد. صاحب گرامی، شما در زمان مجردیتان بسیار آدم کم مصرف بودین، با یک لباس بسیار عادی، با یک موتر بسیار عادی، با یک خوراک بسیار عادی شب و روز سپری میکردین. خب زمانی که شما متأهل شدین، شریک زندگی هم شما، شریک زندگی شما چطور تونست که با فرهنگ شما به اصطلاح آمیزش پیدا کنه و فرهنگ شما را بپذیره؟ یعنی فرهنگ فردی تان منظورم هست. دقیقاً وقتی که به اسلام موافقت خود داد، میشناخت که بشر دوست کیست،
چی میکنه، چه نوع زندگی داره، با آگاهی کامل. و خداوند دم و خانومی که ما انتظار داشتیم، آرمان داشتیم با ما داد و هیچ گونه تغییراتی در زندگی ما نیامده. زندگی بسیار عادی داریم، دو نوع غذا نداریم، محترم و محترس، خانه گلی داریم، در یک پس کوچه زندگی میکنیم. مطابق بعضی وقتا دخترای من در مکتب، از مکتب که میامدن در اون زمان با من میگفت که پدر جان فلانی پدرش وکیل است، با این نوع لباس میاد، با این موتر میاد، شما هم وکیل هستین؟ یک نوع بر اینا سوال خلق میشد. بعد من با اونا توضیح میدادم که من وکیل مردم هستم. مردم ما گرسنه است، فقیر است، ما نمیتونیم که، وجدان به ما اجازه نمیده که او زندگی رو داشته باشیم. مثلا برای دختر من سوال خلق شده بود که لانکروزر چرا وکلای دیگه داره و دخترها و بچه‌هاش در مکتب در لانکروزر میاره، و در حالی که ما در یک موتر ترانسپورت عادی مکتب میرفتیم. تا اینکه به اونا فهماندیم که من وکیل مردم هستم. بسیار مردم تشکر هستم. از بین سلامت باشین. بسیار تشکر. بعد از سپری نمودن یک روز سخت، آرامش را با نوشیدن انرژی اتک به دست بیاورید. انرژی اتک، مشت پرقدرت. تشکر از اتک. خب فکر میکنم فرصت وقفه داریم، وقفه میگیریم و در ادامه افطاری. خوش آمدین بیننده عزیز. ادامه برنامه، سپاس از همراهیتان و جا دارد تشکری کنیم از تمیل کننده های برنامه ما. در ماه پرفیض و برکت رمضان دسترخانتان را با جوس رویال زیبایی ببخشید. کیفیت را با جوس رویال تجربه کنید. سوپر کولا، کیفیت از آن ماست. طعم سی و یک طعم بسیار خوش ذائقه شما میتونید استفاده بکنید. و هموطنان ما که میخوان از داخل و خارج از کشور پول ارسال بکنند، میتونند به شماره واتساپ ما 93 99 51 12 با ما به تماس شوند و مساعدت داشته باشند. و خداوند، از خداوند میخواهیم که همه هموطنان ما که مساعدت میکنند، کمک میکنند، دست هموطن ما را میگیرند، خداوند برشان اجر و پاداش نصیب بکند. و خداوند میفرماید که روزه را واجب گردانیدم تا بدین وسیله غنی و فقیر یکسان گردد. و خوب است که در این ماه مبارک ما هم تا عبادت بکنیم و حوصله مندی داشته باشیم. چرزت خوش آمدین. چرزت خوش آمدین. بفرمایید. بفرمایید. افطار کنین خالصه. چرزت تشکر. خب فدا محمد جان بفرمایید، شما غذا تعارف کنین برای دکتر صاحب و برای خالصه. جناب خالصه امام الدین یک تا پرست بودن که از آن شام قرائت کردن. مهمانان ما بالای صفحه افطار آقای دکتر رمضان بشار دوست و جناب خالصه یک تا پرست هستن. و آرزو دارم با معذرت هر کجایی که هستین افطارتان خوش بگذره. و برای ولایتی که تا هنوز فرصت افطار نرسیده برشان افطار خوب و خوش آرزو دارم. خب آقای بشردوست، خوب است که از برنامه های کار خیریه خود بگین که در جریان ماه مبارک رمضان و قبل از ماه مبارک رمضان چه کارهای خیریه دارن؟ کارهای خیریه که در تقریبا 13 سال است که من انجام میدم. و کار خیریه با کار سیاسی در تضاد نیست. متو کار خیریه خوبیش است که نتیجه مثبتش هم فوراً میبینه انسان. مثلا اگه 1000 افغانی کمک میکنی، یک نسخه دوا میگیره یا یک کلو گوشت میگیره موشد با اولاد خود میشینه. و کارهای سیاسی در دراز مدت معمولا نتیجه داره، مخصوص در افغانستان. من هم در هم کارهای سیاسی رو دوام میدهیم و هم کارهای خیریه رو دوام میدهیم. معمولا در ماه مبارک رمضان بیشتر کمک میکنیم، چون افغان ها خارج از کشور بیشتر کمک روال میکنند. کمک هایی که ما دریافت میکنیم، کمک های افغان های عادی ما که در خارج کار میکنند، زحمت میکشند، $100 $500 روال میکنند، بسیار امکانات کم است. و معمولا توضیح میکنیم. متاسفانه وضع مردم افغانستان بسیار خراب است. ما بعضی وقتا افطار در بیرون میبریم که همون مستقترین افرادی که حتی در افطار خانه خود نمیرن کمک کنیم. امید است که امارت توجه خاص کند به وضع اقتصادی مردم، به خاطر که یک در اسلام میگوید که اگر ایمان از فقر از دروازه داخل میشه، ایمان از پنجره بیرون میشود. بسیار افغان ها رو ما میبینیم که در حالت وحشتناک قرار دارن. و در بعضی وقتا من پرسان میکنم که واقعا روزه به ما معنای اسلامیشی مانده یعنی چون اما از ستون فقرات روزه همبستگی، همدردی با مردم گرسنه و فقیر کشور است. اما ما متاسفانه میبینیم که در کشورهای ما معمولا
روزه فقط تغییر ساعت غذاست. تشکر. آقای دکتر، شما به ولایت هم سفر داشتین، سطح اقتصادی مردم اونجا هم ارزیابی داشتین یا تنها برداشت شما از مرکز هست؟ در ولایت سفر خود ما 27 ولایت رفتیم. تقریبا در با اورم با از طریق موتر و با مردم و در کوچه و بازار با زلزله ای که در بدخشان آمده بود و باریک رفتیم بسیار کمک بردیم. متو کمک هایی که ما به مردم میکنیم از کابل بیرون نیست، به خاطر که امکاناتی اما سفر او کمک ما دریافت میکنیم در مسافر رفت آمدش مصرف میشود، چون کمک های $100 $200 $500 است. و دیگر در کابل خوشبختانه از تمام ولایات، از ولسوالی ها حتی در 40 سال جنگ آمدن جابجا شدن و از تمام اقوام مذاهب، چون کمک های ما بر اساس تعصب و زبان و مذهب که در سر اسلام وجود نداشت و افراد مستحق رسانده می شود و به خاطر شفافیت این متشیر می شود. بعضی امتران گفتن این ریاست. با مولوی صاحب صحبت کردیم، با من میگن بشردوس اولی ریا نیست چون پیسه کدیت نیست. من میگم که پیسه من نیست. و دوم در اسلام میگوید کار نیکه سعی کنین که به مردم به عنوان مثال ارائه کنید تا اونا پند بگیرن. بعضی امتران میگوید بشردوس چرا فابریکه نمی سازیم؟ میگم بشردوس نه وزیر اقتصاد است، نه وزیر صنعت و تجارت است، نه نفر اول کشور است و با این 20,000 30,000 40,000 افغانی کاری نمیشه، فابریکه ساخته نمیشود. با مدرد معذرت میخوام، یک انسانی که گرسنه است مثلا، بعضی وقتا ما دیدیم که 100 افغانی 200 افغانی پول یک فیس دکتر نداشته یا مثلا نسخه دوا نداشته یا گرسنه است. برای این نفر اگر من بگویم صبر کن که ماهی گرفتن باید یاد بدم، دریا را چی کنیم، در دل خود صد تا تشکر خواهد تشکر. من میخواستم که یه بگونی یک سوال مطرح کنم، شما پیش از تر سوال پاسخ دادین. فقط یک تا دیالوگ از زمان انتخابات شما ورد زبانتان بود، بیاد دارین؟ یا ما یادآور شم، میگفتین که یک دیالوگ بسیار مشهور بود، میگفتین که گوشت و پلاو از دیگرا را بخورید کاملا و رایش بره پول و پلاو از دیگران رای به بشر دوست. بسیار زیاد تشکر، بسیار جالب، سلامت باشید. بسیار تشکر، خود تشکر از آقای رمضان بشر دوست. دوستای عزیز، وقفه میگیریم و پس از وقفه در خدمت هستیم. تمنای همراهی شما را دارم. ادامه برنامه است و امید دارم که افطار خوب و خوش را سپری کرده باشین، طاعت و عبادت همه ایمان قبول درگاه حق قرار گرفته باشد. و تشکری میکنیم از تمویل کننده های برنامه ما. آب میوه 100% طبیعی نتروسی با طعم های مختلف و بازار عرضه گردید. اول امتحان کو، بار بار نوش جان کو. نتروسی جوس واقعی، طعم مالته و یک طعم خوش ذائقه. امشب قرار است با ما در استودیو 3 فامیل باشند و مساعدت شوند. فامیل نخستی که امشب در برنامه با ما هستند پسر خانم فریده می باشد که عمر نام دارد، 2 سال سن دارد و تکلیف تناسلی دارد و پدرش به خاطر مشکلات اقتصادی خارج از کشور به خاطر کار رفته و اگر عمر جان تداوی نگردد ادامه زندگی برایش دشوار می باشد. خانم فریده فعلا مسئولیت یک فامیل 6 نفره را به عهده دارد و شر بیشترش در بسته تصویری با هم می بینیم. فریده است. چون مادر 4 اولاد هستم. شوهرم هم غریب کار است. 2 اولاد مریض دارم. یکیش مقعدش بند است و دیگه‌ش هم یک رقم بخار گرفته که هیچ تداویش نمیشه. بیخی دیگه حالت خراب است که شاید واسه گریه میکنه. بچه یکم که مقعدش بند است بسیار که تازه تکلیف دیدیم. 2 روزه بود که عملیات شد. 4 دفعه عملیات شده است طفل. برای دکترها شفاخانی حتی ترک بردمش گفت عملیاتش غلط شده. اونجا که بردم دیگه تکلیف هم داره. ادرار خودم کردن نمیتونه. باز بچه‌م دماغش باز چی شد؟ رودیش برام اومده و پون دیده بود نمیدونم داخل نمیشه. باز بستر شدم. باز 4 شب بستر شدم. تا کورو پس داخل کردن عملیات کردن. باز دیگه دفعه 6 ماه بعد بخی جای متشنب کردنش بند شد. باز عملیاتش کرد. دیگه دفعه که رفتم مکروبیش یا 2 زخمش یک جای شده بود. باز 8 شب بستر کرد. حق سختی رو دیدن دیگه تفلان دهانه بستر نوشت. اقتصادم بخی ضعیف است. نمیتونه که برای شیر بگیریم یا پمپر بگیریم. ما جوش یا چای برای جور میگم در چوشک میتونشه. دکتر هم میگه که این رو ببره بیرون از وطن. اگر تنها مقدش میبوده اینجا چارهش میشه. این دیگه تکلیف هم داره که درار خودم نمیتونه. رودیش در اونجا وصل است. به خاطر نمیتونه. 4 دفعه اینجا عملیات کرده که میگه توان ما نمیشه. دیگه ما توان ندارم که اینجا تداوی زیری یا پیش دکتر ببرم یا چیز برش بگیرم. دیگه بیرون از وطن چی رقم کنم؟ از شما میشه، از کسی میشه وطنه ایم، از برنامه افطاری که تیمه همتنان ازم
کمک کنه. بله، در خدمت شما هستیم در بخش مساعدت و آرزو دارم که هنوز فرصت مساعدت باقی هست. دوستایی که خواهان مساعدت داشته باشند لطفاً شما به آدرسی که در ختم برنامه همکار ما یادآور میشه مساعدت های خود داشته باشین. انشاءالله تا شب عید ما برنامه داریم و مساعدت های شما میتونه که فامیل های بیشتر دست بگیره و کمک کنه و مشکل جدی خانواده ها را انشاءالله که به کمک شما برنامه افطاری حل بگردانه. فهرست اسامی مساعدت کننده های برنامه افطاری شبکه طلوع و روژمات شبکه لمر، تاریخ 19 اپریل 2023. از طرف شورای تجاران افغان مقیم امارات متحده عرب، 1,000,000 افغانی، سهم امشب 33,000 افغانی، بنیاد خیریه اتاق تجارت بین المللی در افغانستان، 600,000 افغانی، سهم امشب 20,000 افغانی، بنیاد خیریه HB 3,000,000 افغانی، سهم امشب 100,000 افغانی، بنیاد خیریه رحمانی 1,500,000 افغانی، سهم امشب 50,000 افغانی، شرکت هوایی کامیر 1,000,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی، حاجی نور محمد قادری تاجر ملی از ولایت بلخ 750,000 افغانی، سهم امشب 25,000 افغانی، الحاج حبیب الله پیرزاده رئیس مجتمع شرکت های ACCL انترنشنال 900,000 افغانی، سهم امشب 30,000 افغانی، بنیاد خیریه لبل 369,000 افغانی، سهم امشب 14,000 افغانی، الحاج آریان عظیمی تاجر ملی 200,000 افغانی، سهم امشب 20,000 افغانی. بر رضای خداوند جل جلاله از طرف فامیل های مرحوم حکیم حمیدی و عثمان هاشمی 69,025 افغانی، سهم امشب 7,000 افغانی، احمدی از ولایت کابل 450,000 افغانی، سهم امشب 15,000 افغانی، بی بی هادی از میرلند امریکا 300,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی، محمد قسیم امینی و فامیل آن از نروژ 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، بی بی هادی از تورنتو کانادا 186,000 افغانی، سهم امشب 6,200 افغانی، بنیاد خیریه ندا زاهد 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، منصور از کابل 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، یک دوست از ادمنتون کانادا 180,544 افغانی، سهم امشب 5,044 افغانی، حاجی نوید 150,000 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، سید مصطفی هاشمی از تورنتو کانادا 120,434 افغانی، سهم امشب 5,434 افغانی، استاد پوانتون کابل 100,000 افغانی، سهم امشب 6,000 افغانی، حاجی محمد کامران از شهر استانبول ترکیه 130,000 افغانی، سهم امشب 10,000 افغانی، حامد کاظمی و خانمش از کانادا 106,250 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، فامیل رسول از کابل 66,500 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، بنده خدا از شهر لاس انجلس امریکا 82,025 افغانی، سهم امشب 5,000 افغانی، در مجموع 510,000 افغانی، 1,346 دلار آمریکایی است که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه روژمات تلویزیون لمر می‌گردد که سهم امشب برنامه افطاری 255,000 افغانی، 673 دلار آمریکایی می باشد که این سهم به 3 خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می‌گردد که سهم هر فامیل 85,000 افغانی، 224 دلار آمریکایی می باشد. تشکر از تک تک شما که مساعدت داشتین. خداوند شما را سلامت داشته باشد. جناب آقای دکتر، به پاس خواهر به پای ایستاده شویم. خب، پول مساعدت شده هم وطنای ما از داخل و خارج، کارت مواد اولیه از طرف مؤسسه قطره، کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی و کارت صحی از طرف شفاخانه کادری چراغ، به اضافه آنچه جناب آقای بشردوست از خود میگذارن. خواهر جان، افتخاری ماستی. از خودی من نیست، چون پیسه افغان هاست، 10,000 افغانی امو شرعی شد و 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 پیسه افغان. بفرمایید. مهربان هستی. بفرمایید.
لیاقت 10000 دلار داری خو امکانات کم است. خب فامیل دوم که قرار است در برنامه امشب ما مساعده شود خانم پلوشه، کسی که به اثر حادثه ترافیکی استخوان پایش شکسته و نیاز به تداوی جدی دارد و خانواده خانم پلوشه توانایی تداویشان را ندارد، همچنان شدیداً نیازمند به کمک می باشد. شرح بیشتر در بسته تصویری. پینزه خویندې دوه ورونه یې ورونه مې مړه دي، پلار مې کراچي وانده، هماغه نګټي چې موږ کور ته لږ خرڅ وکړو، لږ بیا په ما باندې لکه دوا راته واخلي، لکه د ما پخه کې زخم ده، ډېر غټ زخم ده، د دې زخم ډېر وګرځېدم، تداوی مې وکړه، اوس هم توان هم نه و، دلته ټولو شفاخانو جواب راکړه ماته، نو موږ خارج امکانات موږ نه لرو، ما ته ویل چې یا هند ته لاړه شي یا بل ځای ته، دې علاج هلته کیږي، دلته علاج نه کیږي. نو ما پخه چې د شپې ډېر درد لري، نو ډېر سوختم کوي، دا خو د هډوکي نه لکه زوی غوندې راوځي، نو په دې خاطر باندې زه اوس توان نه لرم چې خپله تداوی وکړم. نو پیغله جلۍ یم، زه به چیرته لاړه شم؟ په دې خاطر تاسو نه هیله کوم چې ما سره کومک وکړي، مرسته وکړي تر څو مې پخه هم جوړه شي او پلار سره مې مرسته وشي، چې یو بار یې لوګو نه کم شي، نو دونه ګټو موږ چې هماغه دوا شي، لږ ډوډۍ چې پرې واخلو، نو دونه وسه توان موږ نه لرو، کور هم کرایي کور ده. نو هیله کوم تاسو نه چې ما سره کومک وکړي چې خارج ته لاړه شم، زما پخه بیرته جوړه شي، چې پلار سره مې یو کومک وکړم چې بیا د دې هغه نه مشکلاتو نه وځو. بسیار زیاد خوش آمدین. در بخش مساعدت برنامه افطاری قرار داریم و باز هم یکی از خواهرها در استودیو با ما هست. بسیار زیاد خوش آمدید خواهر جان، خدا هر مشکل شما را حل بگردانه. خب ادامه لست میخوانم. از طرف فامیل بی بی حاجی قادر از کابل 121000 افغانی، سهم امشب 10000 افغانی، احمد فؤاد الکوزی از سیدنی استرالیا 60648 افغانی، سهم امشب 5000 افغانی، بی بی حاجی از تایمنی کابل 80249 افغانی، سهم امشب 5000 افغانی، مریم پوپلزی از سان فرانسیسکو امریکا 49734 افغانی، سهمش 5000 افغانی، یک بنده خدا و دختر زهرا جان از نیوجرسی امریکا 40602 افغانی، سهمش 5000 افغانی، دلجان و بیبی حلیمه 170000 افغانی، سهمش 10000 افغانی، یک بنده خدا از شهر یماگوجی ژاپن 60000 افغانی، سهمش 5000 افغانی، احمد سیر کاکر 55700 افغانی، سهمش 10700 افغانی، هارون از فرانسه 23000 افغانی، سهمش 5000 افغانی، کریمی عبدالحسیب 9533 افغانی، سهم امشب 4533 افغانی، فروزان یونسی 61391 افغانی، سهم امشب 11889 افغانی، بیبی حاجی از لندن 20000 افغانی، سهم امشب 5000 افغانی، سید فؤاد هاشمی 11202 افغانی، سهم امشب 6202 افغانی، فامیل مرحوم حاجی عبدالقادر 1900 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، شمیم و خانمش از شهر اوشاوای کانادا 3000 دلار آمریکایی، سهم امشب 100 دلار آمریکایی، حاجی گل و خانمش از پینکرین کانادا 3000 دلار آمریکایی، سهم شب 100 دلار آمریکایی، حبیب الله از خارج 14000 دلار آمریکایی، سهم شب 500 دلار آمریکایی، فامیل اکبر از هامبورگ آلمان 2160 دلار آمریکایی، سهم شب 80 دلار آمریکایی، فامیل همکار از آلمان 1000 دلار آمریکایی، سهم شب 64 دلار آمریکایی، محمد یوسف از نیویورک 3100 دلار آمریکایی، سهم شب 252 دلار آمریکایی، خالد 500 دلار آمریکایی، سهم شب 50 دلار آمریکایی، فامیل نسیمه حفیظی از شهر ویرجینیای آمریکا 1000 دلار آمریکایی، سهم شب 100 دلار آمریکایی و کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی، در مجموع 500
10,000 افغانی 1,346 دلار آمریکایی است که تقسیم به دو حصه مساوی برنامه افطاری تلویزیون طلوع و برنامه روزنامه تلویزیون لمر می‌گردد که سهم امشب برنامه افطاری 255,000 افغانی 673 دلار آمریکایی می‌باشد که این سهم به 3 خانواده در برنامه افطاری به گونه مساوی تقسیم می‌گردد که سهم هر فامیل 85,000 افغانی 224 دلار آمریکایی می باشد. تشکر از تک تک شما. جناب آقای دکتر، در خدمت هستم. خب، پول مساعدت شده هموطنای ما، کارت مواد اولیه از طرف شرکت هجرت عزیزی، کارت صحی از طرف شفاخانه کادری چراغ و کارت مواد اولیه از طرف بنیاد قطره بر یک سال است که بعد از ختم برنامه انشاءالله راهنمایی کامل با صورت میگیره. افتخاری ماستین. یام برگ سبز توفه درویش از طرف من. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. سلام علیکم. بسیار زیاد تشکر. ادامه برنامه افطاری پس از لحظاتی. ادامه برنامه است و جا دارد تشکری کنیم از شرکت صنعتی پامیر سیکلت، اولین و بزرگترین تولید کننده موتر سیکلت در سطح افغانستان. و فامیل سیوم که امشب در برنامه با ما هستند، شوهر خانم سلیمه می باشد که وضعیت بیشترشان را در بسته تصویری با هم می بینیم. مادر چهار دانه اولاد هستم که شوهرم مریض است. گردایش از فعالیت مانده بود. در کل شفاخانه بسیار زجرش کشیدم. تداوتیش نشد. باز ایراد بردیم که مردم گفوجه تداوی گرده را میکنه. از مردم قرض کردیم. ملک جایی که در وطن داشتم. او را فروختم. فرش ظرف خانه را فروختم. طلایی که داشتم. تمام چیز سودا کردم. بعد از یک گردش پیوند شد یک سال خوب بود. بعد از یک سال هم تو درد چیز پیچیده رفت و حالا 6 ماه میشه که امو گرده برش پیوند کردیم. او هم غیر فعال شده. سرپرست ندارم. دیگه کسی نیست. از ما بیادرهای ما هم نیست. هیچ کسی ندارم. ما هم امید خداوند همیشه اول مسئل. میرم در خانه مردم موزیری کالاشویی میکنم. او هم 200 یک و نیم صد میتر. او خودم خانه هم بس نمیکنم. نمیرسانم. امیر ازشان خواهش میکنم که مرا تا همیجه کمک کنن تا همیشه اولم خوب شود که هم گردش از فعالیت نمانه اولادکایم خورد ریز است دیگه چطور کنم با یک و نیم صد دو صد یک چاری خانه هم نمیشه بسیار جد خوش آمدین در قسمت پایانی برنامه قرار داریم و قسمی که در آغاز گفتیم امشب 3 تا فامیل به کمک شما و به کمک مهمان ما دست گرفتیم خداوند شما را سلامت داشته باشه خب لیست مساعدت کننده ها را ما خواندیم فقط پول برای آقای بشار دوست میتونیم که برای خواهر ما تسلیم کنند خواهر جان محترم یم کمک از طرفی افغانوس 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 بسیار جا تشکر مساعدت هموطنان ما بود با جمع پولی که آقای بشار دوست بالایش علاوه کردن جناب دکتر بسیار جا تشکر تشکر از این که به افطاری تشکر خوردین کوتاه پیام شما را میخواییم داشته باشیم پیام ما به کلانهای کشور است به کوچکای کشور است به نخبگان کشور است وقتی ملت امت در این حالت باشد فکر میکنم لانگ کروزر سوار شدن پلو چلو خوردن در قصر زندگی کردن عیشونوش کردن، رستوران رفتن، سفرهای لوکس رفتن، تیارهای خصوصی استفاده کردن نه خدا قبول میکند اجازه میدهد، نه وجدان اجازه میدهد ما باید مثل مردم خود باشیم، بین مردم خود باشیم در درد و غمشان شریک شویم و امیدوار هستم که امارت اعلان کردن که 37% بودجه بالا رفته در آمدش در اید بتونه داخل یک بخشش و مجاهدین شما تشکر افتخار ماست تشکر از شما و خداوند مشکل خواهر حل بگردانه و تشکر از تک تک شما که مساعدت داشتین فردا شب ان شاء الله گزارش کل برنامه‌ای که ما در یک ماه چی کردیم در بخش مالی البته چقدر پول آمد و برای کی رفت ان شاء الله این گزارش داده میشه تمنای همراهی شما را دارم شب بخیر الله حافظ